بسم الله الرحمن الرحیم. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الآخرة لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین و وصى به ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم. بحثی که راجع به حضرت ابراهیم خب مفصل وارد شدیم تو این مباحث که اون بت شکنی حضرت ابراهیم و اون توحید نابی که قرآن این توحید رو در حد یک بحث نظری نمیدونه، در حد بحث روحی نمیدونه، در حد بحثی که مثلا نمازش رو کسی خوب بخونه اونا در این حد نمیدونه. به هر جهت اون توحیدی که از حضرت ابراهیم داره نقل میکنه توحید یک امت برگزیده است که همه شؤون رو میگیره، این حتی شؤون سیاسی و اجتماعی و همه اینها رو میگیره. و بعدش شما میبینید این آیاتی که مربوط به کلن فضاهای توحیدی حضرت ابراهیم هست و فضای رشد حضرت ابراهیم هست، فضای استفاء حضرت ابراهیم هست، فضای صلاحیت حضرت ابراهیم هست، نشون دادیم که اینها بر نمیگرده به رشدهای روحی نفسانی خود حضرت ابراهیم، بلکه برمیگرده به یک عمق وسیع توحیدی که تمام مناسبات فردی و اجتماعیش و سیاسیش و بین المللیش و بودشکنیش و فلا همه اینها رو میگیره. که تو این اسلمت لرب العالمین اینجا این نکته مندرجه که عرض خواهم کرد. این آیاتی که باز دوره سرش هستیم، شما عبارت اسلام و تسلیم و اینها رو مجدد باز دوباره دارید میبینید. قبلا با عناوینی مثل طهارت میدیدید که این خانه مثلا شرک رو، این بیت الله رو طاهرش کن، بیت الله با تمام ویژگیهاش، یعنی اونجایی که مرکز خانه امامت هست که مفصل بحث شد، اینجایی که خانه امامت هست که از اینجا امامت در حقیقت داره منتشر میشه، اینجا رو پاکش کن، اینجا رو طاهرش کن. گاهی اوقات با این عناوین طاهر میبینید که وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، این طهرا، این عهدی که از حضرت ابراهیم و اسماعیل گرفته شده، نه اینکه یه شیلنگی بگیرن تو خونه خدا و حجت این خونه خدا پاک شه، مثلا خونه خدا نجس بده، اون که وظیفه هر مسلمانیه که جزو واجبات فوریه. مثلا یه کسی بیاد توی مسجد به یه جای نجسه، جزو واجبات فوریش که قبل نمازش بخونه اول نجاست مسجد رو باید برطرف بکنه بعد وایسه نمازش بخونه. مثلا نه اینکه اون جایی که اون میخواد نماز بخونه نجسه، نه، یه جایی از مسجد نجسه، میخواد بایسه یه جایی دیگه نماز بخونه، نمیتونه نماز بخونه، باید بره اول اونجا رو نجس رو پاک کنه بعدم بره نماز بخونه. جزو واجبات فوریه این. از این جهتش هست که بحث اینا نیست، میخوام بگم که باید فرم دیدی عهد از حضرت ابراهیم و اسماعیل رو عهد نمیگیرن سر این چیزا، که این عهد یعنی این که خانه توحید رو پاکش کن. خانه توحید پاکش کن یعنی چی؟
یعنی بذار توحید ناب بماند. این حرف خیلی مهمیه، بذار اون چیزی که میماند توحید ناب، پاک پاک پاک، این باید بماند تو توحید. اینم هست که قلب سلیمه. حالا من اینا رو چون که با عنوانهای سلم الان شما خیلی دیگه تو این آیات کار دارید و سبقت الله گفتم رنگ الهی، این رنگ الهی معنی این نیست که رنگی که رو دیوار میزنن، رنگی که تو خود رنگه، یعنی رنگ رنگ، رنگ پاتیل رنگ، که اون رنگه رو دیگه نمیشه جداش کرد، در تمام ابعاد رنگ وجود داره. رنگ رو دیوار رو یه تیشه میشه برداشت، ولی رنگ رنگ رو نمیشه برداشت، رنگ رو از رنگ. یه رنگ اینجوری باید این کارها بخوره. این نکته ای که جلسه گذشته عرض کردم، این باید تو قرآن با این زاویه دید قرآن رو بخوانید و همین این مدلی باید قرآن رو ببینید که یک رابطه عبد و مولایی داره، به شدت این رابطه توش تقویت شده. امروز ممکنه شما بر اساس رابطه عبد و مولا اصلا حرکت نکنید، مثلا نگید که چون همه عالم داره به سمت خدا مطیع و فرمان بره، منم تو این عالم در این کاروان عالم منم مطیع و فرمان فرمان در حقیقت بر. اصلا شما ممکنه اینجوری نگاه نکنید، اینجوری نگاه نکنید همگنه با قرآن نگاه نمیکنید، لذا خیلی تو دستاندازهای مختلفی میفتید، حیفی میکنید که من الان آزادم که برم فلان کارا رو بکنم که اینجوری اونجوری. یعنی شما برای خودت فکر میکنی یک آزادی که عرض کردم، یک آزادی برای خودت تصور کردی که بر اساس آزادی های خودت میخوای یک اکتی انجام بدی، یک فعالیتی انجام بدی توی دنیا، در صورتی که میبینید منطقه های آزادیت رو هم خدا تعیین میکنه تو قرآن. یعنی اگر منطقه الفراغ هم مثلا ما داریم، مثل همون زنگ تفریحیه که مدیران میذارن، دقت میکنید، زنگ تفریح رو مدیران از یه حکمتی میذارن زنگ تفریح رو. یعنی اگر هم شما 10 دقیقه زنگ تفریح داری، زنگ تفریحت هم توی چنبر برنامه ریزی الهی قرار میگیره. یعنی اینجوری نیست که شما میگی که حالا این تیکش دیگه خارج از برنامه ریزیه، نه، همه این مدرسه برنامه ریزی شده، حتی زنگ تفریح، زنگ تفریح رو از حکمتش میگه این قسمت آزادی. یعنی من مدیر میگم که این تیکه آزادیه، اینجوریه. یعنی حتی اون قسمتش هم آزادی نیست، یعنی اصلا منطقش آزادی نیست. خب اینو عرض میکنم، تا با این منطق با خود قرآن برخورد نکنی، منطقش یه منطق عبد و مولاییه. البته نکته اینه که تمام این رابطه رو تعبیر به یک آزادی میکنه که اون موقع اونو باید تفسیرش کرد، که وقتی میگه که پیغمبر و خدا فرستاده که بیاد و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اومده قول و زنجیر از دست و پای شما باز کنه، شما آزاد شی. خب آزاد شی، این آزاد شی باز دوباره تو منطق خودش آزاد شی. این ما میگیم آزادی، امروز در ادبیات سیاسی ما هم آزادی خودش یه چی داره، یه ادبیات سیاسی داره که بر مبناش اقتصاد شکل میگیره، بر مبناش علوم اجتماعی شکل میگیره، بر مبناش حقوق شکل میگیره. وقتی شما میگی آزادی، آزادی که قرآن میگه با آزادی که در حقیقت امروز در ادبیات سیاسی وجود داره که آزادی، اینا با هم دیگه خیلی متفاوته، یعنی کاملا 180 درجه با هم دیگه فرق داره. این از تو دل بحث عبودیت آزادی رو در میاره. یعنی شما آزادی شما این است که بتوانی که نه در تمام این کاروان هستی که داره به سمت خدا حرکت میکنه، تو هم این حرکت رو انجام بدی. این میشه اون آزادی که تو داری. یعنی اگه بتوانی اینجوری بشی،
این میشی سالم، قلبت مریض نیست، میشی طاهر، دیگه نجاست و قذارت نداری، تو آزادی که در اینجوری، این میشه مطلق آزادی که تو بتونی یک حکومتی تشکیل بدی که این حکومت حکومت مثلا جهانی باشه که همه به سمت حق دارن حرکت میکنن. اینجوری دیگه نهایت درجه آزادیه. این همون چیزی که گفتیم تو ادبیات حق و تکلیف، شما وقتی که حق میگی گاهی آقا تو منطقه امام سجاد بیای رسالت الحقوق، میگی همش فرمش تکلیفه، حق چشم، حق گوش، حق دست، حق پا، و این حق همش این است که به اون سمت حرکت بکنی. لذا رابطه‌ای که قرآن دقیقا پوزیشنی که میگیره و حرف میزنه و شروع میکنه با شما حرف زدن، که اگه خدا داره با شما حرف میزنه رو قرآن حرف میزنه، رابطه عبد و مولایی رو انتخاب میکنه و حرف میزنه. خب یعنی شما تماما بنده ای، خب، و او تماما مولاه، این میشه توحید. و تو هر چقدر این رو بفهمی و عمق بدی بهش و سطح بدی بهش که بگی اگر من بندم، بندم تو امور اجتماعی، من بندم تو علوم، من بندم، توحیدم از کلمش معلومه یعنی وحدانیت داره، یعنی تو علوم من بندم. ببینید این خیلی نکته مهمیه. شما این تفکیک علوم که انجام میشه، که خیلی نقطه یه حوزه های رو از حوزه های در حقیقت توحید میخوایم خارج بکنیم، که بگیم اینا توحید نیست، این جاها دیگه اصلا پای خدا نیست، اینجا محدوده عمل قلمرو خدا نیست، این دیگه این خلاف توحیده. توحید یعنی این که شما همه محدوده ها قلمرو خداست، همه علوم قلمرو علوم الهیه، همه علوم قلمرو علوم الهیه. شما این بحثی که امروزه جزو مباحث جدی کلامیه که قلمرو دین بحث میکنن، از روی قرآن بحثش بکنید، مطلب خیلی حل شده است. قلمرو دین همه جاست، یعنی از در حقیقت چون رابطه را عبد و مولا میگیره، عبد کسیست که هیچی برای خودش نداره، چون اینجوریه در همه قلمروها در حقیقت خدا نفوذ میکنه. برای همین است که اصلا شما توحید حضرت ابراهیم رو وقتی میخواد نشون بده، تو چند جای خیلی خاصی این توحید رو نشون میده، یکی در جریان حضرت اسماعیل، ذبح حضرت اسماعیل، که اونجا اون تسلیم رو نشون میده، یکی در جریانات مربوط به حاکمیت و بت شکنی اینا حضرت ابراهیم، که این میشه مجموعه تو در اون تشکیل اون حکومت و همه این هم باز دور مجدد اینو توضیح میده. حالا چرا راجبه حضرت ابراهیم توضیح میده، چرا راجبه حضرات دیگه‌ای که ذیل ابراهیم عمل میکنن. مثلا شما همین آیات سوره مبارکه ابراهیم رو ببینید که ما بعدن چند تا آیه بخونیم. سوره مبارکه ابراهیم صفحه 255 این آیه 5ش رو که حضرت آقا خوندن، این آیه 1ش رو نگاه بکنید، 1ش رو میبینیم بعد 5ش رو میبینیم. درات که بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این کتابیه که خدا نازل کرده، ما نازل کردیم اون رو به سمت تو، تا کی اخراج بکند؟ بله، قرآن؟ نه، پیامبر. تا تو این کار رو انجام بدی. این نکته خیلی مهمه سر جای خودش. این بارها عرض کردیم بین در حقیقت قرآن و ولی، ولی است، ولی داره اخراج میکنه نه قرآن.
ولی باید بیاد اخراج بکنه از ظلمات به سمت نور با کاتالوگ قرآن. این مرتب تو قرآن همین معنا اومده، یعنی قرآن در معیت پیغمبر، پیغمبر در معیت قرآن نیست، قرآن در معیت، در محوریت پیغمبر قرآن میاد. اون چیزی که باعث اخراجه، نه لیخرج الناس من الظلمات الی النور، این نیست که قرآن بیاد اخراج بکنه. ما قرآن رو به تو دادیم که قرآن این کار رو انجام بده، نه اینجوری نیست، ولی باید این کار رو انجام بده. منتها کاتالوگی که دستشه، یعنی برنامه‌ای که دستشه قرآنه. اگر هم بگید قرآن این کارو میکنه، بیاید تو خود قرآن، قرآن ما به شما همینو میگه، میگه آقا یه ولی لازمه که این ولی باید این قرآن رو بگیر دستش اجرا بکنه. اینی که اخراج از ظلمات به سمت نور میکنه، که بیای اخراج بکنی تو از ظلمات به سمت نور مردم به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. که این اخراج از ظلمات به سمت نور، خب یعنی چی حالا؟ اصلا چی میخواد به اخراج از ظلمات به سمت نور؟ میگه ما آیه در حقیقت پنج که ما آیه پایینشه، اینجا معلوم میشه اخراج از ظلمات به سمت نور یعنی چی؟ یعنی در چه وزانی اخراج از ظلمات؟ یعنی از همه ظلمات به سمت همه نور، از ظلمات الی نور. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ما به موسی ریوی رفت سر موسی. خب موسی جنگش با کیه؟ جنگش با فرعون نفسه؟ نه خیلی، جنگش با فرعون دیگه، با طاغوت هاست. بیاد با اینا باید مبارزه بکنه، بعد بره حکومتش تشکیل بده، این میشه مطلق ظلمات به سمت مطلق نور. به آیاتنا ان اخرج، باز دور ببین، به موسی میگیم ان اخرج، یعنی تو بیا این کارو بکن، قوم که بین از ظلمات الی نور. این اون موقع حالا دهه فجر هم هست، و ذکر هم به ایام الله، اصل ایام الله اینه. حالا اگه نوه دیم ایام الله و تشیهاج قاسم ایام الله و اینا، این هم درست، ولی اصلش اینه، اصلش اینه که کسی حکومت رو تشکیل بده، بتونه حکومت دینی رو تشکیل بده. اینو تو این منبر فاطمی هم عرض کردم، این جمله حضرت امام از اون جملاتیه که واقعا متخذ از قرآنه. تو کتاب البیعشون شو وقتی بحث ولایت فقیه دارن انجام میدن، موقعی که همه در لاکنا تو نجف، این بحثا تو نجف، اون موقع هم تو نجف از این بحثا کردن، این دیگه نوبره، یعنی معلومه امام دقیقا 200 سال 300 سال از فقهای معاصر خودش جلوتره. امام یه جمله ای داره شبیه حدیث میمونه، میگه تعریف اسلام میدونی چیه؟ الاسلام هو الحکومه به جمعی شونا. اسلام یه چیز بیشتر نیست، حکومت با تمام شونش، با تمام شونش، یعنی اسلام حکومت هست با تمام شون. این دقیقا نقطه مقابل فهم ماست از اسلام. کتاب میگن یه نفر مسلمان است، اسلام داره، این به نظرمون چی میاد؟ به نظرمون تقریبا میاد که بالاخره یه سری آداب و عادات رو داره با یه چهار تا اعتقادات، بالاخره اینجور مینیموم، مثلا مینیموم اعتقاداتش این است که مثلا توحید مثلا قبول داره، اگرم شیعه باشه مثلا 12 امام باید قبول داشته باشه و قائل باشه امام ها معصومن و 12 قائبه، این اعتقادات مذهبه. خب یعنی باید قبول بکنی که امام ما داریم، امامامون 14، امامامون 12 تاست و 12 قائبه، اینا جزء اعتقادات ماست، اعتقاد پایه ماست. این خب میشه این به لحاظ اعتقادی، اگر نماز و فلان اینا بخونه این دیگه میشه مسلمان، دیگه الان میشه تعریف مسلمان. حضرتی که امام به قول این خراسانی ورچوپه همه رو میبینه، خب یعنی کلن سرته از این ور میبینه و درست هم همینه، درستش هم همینه. قرآن نگاه میکنه، یعنی همین تو همین فضا داره میبینه،
الاسلام هو الحکومه با همه شمونش. اون موقع شما بری گفتم حجش هم نگاه بکنی و نمازش هم نگاه بکنی، اینا میبینی اینا جزء پازل های اون حکومت دیده. یعنی اینو وقتی نگاه میکنی میبینی تو یه نقشه ای بله یه قطعه دیده، قطعه نماز، تازه نمازش جماعت و نمیدونم نماز جماعت امام داره و فلان اینا، یعنی میره مفهوم امامت رو میره میکاره تو دقیقاً یکی از فردی ترین حالاتی که شما میخوای مثلا با خدا داشته باشی، میذاره میکاره مفهوم امامت و ولایت و فلان و تبعیت از ولایت و امامت و فلان اینا. و اون جایی که بسیاری از اسراری که تو نماز وجود داره، مثلا میدونی که شما لا صلاة الا، دقیقا به همون چیزی که شما نمیخونید چی؟ فاتحة الکتاب، درسته؟ یعنی نماز بدون فاتحة الکتاب اصلا نمیشه، نماز خون بدون فاتحة الکتاب. دقیقا همون چیزیست که شما تو نماز جماعت نمیتونید بخونید، اونو امام تحمل میکنه. و اینا چه اسراری پشت این حرفا هست که شما دقیقا این فاتحة الکتاب رو نباید بخونی. خب یعنی و بعد میبینید که امام جماعت تو روایات ما داره تمام نماز پشتسری ها رو تحمل میکنه. اینجوری گفتن، نه اینکه داره نماز خودشون میخونه، یعنی شبیه کوهنوردی نیست، کوهنوردی اینجوریه همه با هم دیگه راه میریم. فوتبال فرش با کوهنوردی بازی تیمیه، خب کوهنوردی با هم میرن ولی با هم که کاری ندارن، که با هم دیگه دارن یه به یه سمتی هم میرن ولی با هم کاری ندارن. فوتبالی بازی، نماز جماعت یه بازی تیمیه که نه، این داره نماز بقیه رو تحمل میکنه. این است که من از ظلم و ذکر هم به ایام الله، این هست که اصل یوم الله، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، این هست برای کسی که برای آیاتیست، برای هر کسی که اهل صبر و اهل شکر، نه اهل خیلی صبر و اهل خیلی شکر. یعنی معلومه خیلی پایمردی میخواد این حد از ظلمات به سمت نور، در حقیقت خیلی هم شکر میخواد. یعنی کسی باید خیلی به این نعمت حواسش رو جمع بکنه که بتواند شکر این مجموعه از نعمت ها رو، معلومه بالاترین حد نعمته، بالاترین حد نعمت همینه که از دست فرعون در بیای بری خودت حکومت دینی رو تشکیل بدی. این میشه اخراج از ظلمات به سمت نور، اینم میشه ایام الله اصلی. هر ایام الله دیگه هم هست، اینا ایام الله فرعیه، اینا ایام الله جزئیه. این همون چیزیست که جا داره حضرت صدیق طاهره برای شهید شه، این همون اونه، همون اونیست که جا داره بره برای شهید شه، یعنی خونشو بریزه برای حکومت، برای حکومت جا داره بره خونش رو بریزه. این از اون مهمترین چیزه که بعد دیگه همه اینا ذیل، همه این عبادات فلان فردی اینا هم که شما میبینید همه ذیل همه این تصویر حکومت به جمعی شونه هاست. فرق داره با مدل اعتقادات فردی، شرایط فردی، نماز فردی، ذهنیت فردی از اسلام. و حتی فرق داره با این که من کارامو که خودم برنامه ریزی میکنم، علومم که خودم برنامه ریزی میکنم، میمونه جای خدا در یک ارتباطات حد نماز و فلا اینا، میشه مجموع ارتباطات من با خدا. این منطق دین نیست. میگید نبرید قرآن بخونید، ببینید که واقعا بر اساس نظام عبدالمولا تا کجاها پیش میره. از شما در این همون تسلیم و توحید حضرت ابراهیم میشه که بیایم یه چند تا آیه با هم نگاه بکنیم راجع به حضرت ابراهیم. این بحث سوره مبارکه صافات رو بیاریم،
در اونجا در صفحه 449 آیه 83 وقتی که بعد از جریان حضرت نوح داره، واسه من اینو گفتم که سیستم عاملتون با سیستم عامل قرآن باید یکی بشه و یعنی یکی نشه و همفاز نشین، حاصل مثل این برنامه هایی هست که توی سیستم عاملی نوشته شده، شما توی سیستم عامل دیگه بخوای بالا بیاری یا بالا نمیاد یا مثلا یه صفحه بالا میاد یا همش درهمه ارور میده. هی خب این مهمه که سیستم عامل طرف توحید بشه و رابطه عبدالمولایی بشه در همه جهات، بعد راحت میتونه قرآن رو متوجه بشه. یعنی هی باید به لحاظ ذهنی بجنگه با قرآن. و این من شیعته‌ای لابراهیم، ابراهیم بود که چیه؟ اذ جاء ربه به قلب سلیم، وقتی که رفت به سمت پروردگار خودش با قلب سلیم، رفت به سمت چی؟ پروردگارش با قلب سلیم. اون آیه معروف سوره مبارکه شعرا را پیش ذهنتون داشته باشید، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی چی؟ یعنی که مال و بنون اونجا فایده نداره، پای همه گیر مگه قلبش سلیم باشه. خب قلبش سلیم باشه یعنی پاش گیره، قلبش سالم باشه یعنی قلبش مریض نباشه. کوچکترین مقداری، این به معنای این نیست که اون طرف میره جهنم ها، کوچکترین مقداری از مرض رو تو اونجا قبول نمی کنن، کوچکترین مقداری از قضارت رو قبول نمی کنن. مگه باید کیسش بکشن دیگه، تو اون طرف باید کیسش بکشن تا اون مقدار از قضارت و نجاست و فلان وجودش برطرف بشه، بعدن بفرستنش اونجا. رو خلاصه باید سلامت وجود داشته باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا قلب سلیم هم کوچکترین چیز میشه قلب مریض. حالا بستگی به طیف قلب مریضش داره دیگه، چقدر قلبش چقدر قلب انسان مریض است. اینجا حالا اذ جاء ربه بقلب سلیم، این شاهدش چیه؟ میخوام بگم تو افق حضرت ابراهیمی که هیدر طرح میشه این تو سوره بقره به این اینا مرتبطه. باز دوره میره سراغ بت شکنی حضرت ابراهیم، میگه رفت پیش خدا با قلب سلیم. کی؟ اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون. یعنی این بت سلوک حضرت ابراهیم یک سلوک بت شکنی بود، این خودش سلوکه. خیلی حرف ببینید، اذ جاء ربه بقلب سلیم، اذ که اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون، چی دارید میپرستید. بعدش هم همش ماجرا بت شکنی حضرت ابراهیم. اینی که قلبش سلیمه نمیخواد یک نقطه ای رو بذاره که اونجا عبودیت غیر خدا باشه، این میشه قلب سلیم. شما این روایت رو من بخونم، دارد که الا من اتى الله بقلب سلیم، قال القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلب سلیم یعنی کسی که ملاقات با خدا بکنه و احدی جز خدا تو قلبش وجود نداشته باشه. قال و کل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط و انما اراد الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للاخره. اگر گفتن زهد و بیرغبتی بکنید نسبت به دنیا، زهد کنید نسبت به دنیا، بیرغبتی داشته باشید نسبت به دنیا، به خاطر اینکه یک فراغت قلبی داشته باشید نسبت به آخرت که این قلبتون سالم بشه. قلب که خیلی اشتغال حبی داره نسبت به دنیا، یه موقع طرف اشتغال به دنیا داره، هممون اشتغال به دنیا داریم، یه موقع نه
اشتغال حبی داره نسبت به دنیا، یعنی خوشش میاد دیگه، خوشش میاد، یعنی از دنیا داری هم خوشش میاد، از منصب داری هم لذت میداره. اگه از اینا لذت ببره خب عملا داره اینا داره خوش میچسبونه توه. یه موقعات یه نفر اصلا دنیا هم داره، یه عالم مثلا امیرون مؤمنینه، یه عالم دنیا داره ولی زاهده، بیرغبته. این معلوم قلب از اون حالت سلامت خارج میکنه، باید حواسش طرف جمع کنه. این همون چیزیست که شما باز دوباره بیایید در اون آیه معروف سوره مبارکه در سوره مبارکه یوسف، آیه معروفیه تا هم ببینیم. سوره یوسف آیه 106، داریم چیو معنا میکنیم؟ داریم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو معنی اینیم. این آیه معروف 106 سوره یوسف اینجا نشون میده که تقریبا همه قلبشون مریضه. از اون قلب سلیم داشتن تقریبا همه، یعنی یه اکثری قلب آدم مریضه، یعنی قلبش توحید تو قلبش نیست. دارد که ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این معنیش یعنی چی؟ اکثریت مؤمنین مشرکن یعنی چی؟ نمیگه اکثریت مشرکن ها، میگه اکثریت مؤمنین مشرکن، یعنی یه اقلی هستن، خب یه اکثری هستن که مشرکن و یه اقلی هستن که مؤمنن. تو مؤمنا باز دوره یه اکثری هستن که مشرکن، باز یه اقلی هستن مؤمنن. یعنی شما همین انقدر کمش کن میرسی یه اقل الاقلین، اینا مؤمنن، بقیه مشرکن. مشرکن یعنی چی؟ در روایت اومده که اینا خوبه جز آداب حتی گفتاری آدم رعایت کنه. گفتن یعنی چی اکثریت مؤمن مشرکن؟ گفتن یعنی این که برمیگردن میگن که لولا فلانون لهلکت، لولا فلانون لضاع یالی، اگر فلانی نبود ما هلاک شده بودیم، اگر فلانی نبود ما فلان ضربه رو خورده بودیم، فلانی اومد، فلانی نبود کار ما را نمی افتاد، اینجوری شد فلانی اومد کار ما را افتاد. گفتن این شرک، این همون شرک ها البته خفیه دیگه، این شرکه که کسی بگه که اگه فلانی نبود ما این مشکل برامون بود، یا این مشکل ما حل نمی شد، یهوی زد و فلانی اومد مشکل ما حل شد، اینا شرکه. گفتن چجوری بگیم؟ گفتن که اینجوری بگید که لولا امن الله علینا به فلان لهلکت، اگر خدا، نبینید بحث رو بالا، اگر خدا منت نمی گذاشت و این نعمت رو نمی داد از طریق این لهلکت، ما هلاک شده بودیم. اینجوری باید بگید، شما دست خدا رو باید ببینی، بقیه آستینن، باید از دست دیگری بگیری، باید دست خدا بگیری، بقیه ما آستینن. برای همین است که این خیلی مهمه شما اینو بگیر که و ازا مرز تو فهما یشفین، باید اینو بگی. نه اینکه مثلا بعضی تصور کردن که و ازا مرز تو دارو هم یشفین، اونم یشفین، اونم باشه در نظام طولی، اونم تو هم خوبی، مثلا تو هم یشفی، مثلا نه با اینجوری نیست، ما که یه مؤثر بیشتر نداریم که. لذا برای مرض تو فوایدش، خدا شفا را از کانال این دارو عبور داده، یعنی خدا کاره ایست و دیگران هیچ کاره نیستن،
بقیه همین مقدار کاره. این کاره که من عرض کردم بارم مثل کانال کولرن که شما میخواید باد بخوری جلوی کانال کولر وای میسی، ولی کانال کولر رو باد نمیدن، باد یه جه دیگه در میاد ازش. بالاخره حالا شما جلوی این کانال کولر هم وای میسی و هوا هم میخوری، مثل کار میکنی پول در میاری. پولو خدا میده، علمم خدا میده، الرحمن علم القرآن. برای همین است که شما رو این منطقشه که به شما میگه مثلا اگر یه چیزی بلدین یاد بده، اینکه خدا یادت داده یه هم چیزی رو. ببینید من نمیخوام بحث حقوقی بکنم، ولی این چیزایی که تحت عنوان حق تألیف و حق فلان و حق بیزار حق فلان هست، این حقوق فی نفسهی تو نفس مؤلف یک حالت مشرکانه ممکنه داشته باشه، به پایید نداشته باشه. آره من که نمیفهمم حق تألیف یعنی چی. کسی برای خودش و برای فکری که خدا به او داده براش قیمت داره تعیین میکنه که به دیگران بده این فکر رو. یه چیز عجیبیه برای خودش. برای همین امام حق تألیف رو قبول نداره. به کاتب میگن که در حقیقت کاتب خلاصه اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. کاتب وقتی قراردادها رو میخوان بنویسن، اگه کاتبو بدن کاتب بنویسه، کاتب هم ایوا نکنه، خدا یادت داده کما علمه الله، خدا یادت داده دیگه. خدا یادت داده چه انقدر چیز میکنی؟ من خودتو لوس میکنی و این خود رفتی یاد گرفتی این رو، این منطقه میگه اون منطقه که انما اوتی تو علا علم اندی که مال قارونه، که برای خودم رفتم یاد گرفتم، زحمت کشیدم، درس خوندم، لیسانس فوق لیسانس دکتری دوده چرا خوردم، شب تا صبح بیدار موندم، خودم رفتم یاد گرفتم. خلاصه خودم رفتم یاد گرفتم اینجوری. ما به این رفقای طلبه ما میگیم که آقا این اصلا من کاری به چیزش ندارم، به بحث شرعیش، اینا حرامه، حرام واقعیه که کسی بگه من این رقم رو میگیرم میرم منبر چی میکنم، میرم حرف خدا رو میزنم. یعنی خیلی چیز نجسی که بگی من این مقدار میگیرم میرم حرفا خدا رو میزنم، چه عجیبی، اصلا هضم نشده است. حالا یه موقع از یه منبری طرف میره بهشم پول میدن، سر تا پاشم طلا بگیرن، امام حسین این کار رو میکرده با معلم قرآن. یعنی کسی بگی من این کار میکنم به این شرط این کار میکنم، یعنی حق خلاصه چی میگیرم، حق علمم رو میگیرم اینجوری از بقیه، چیز عجیبیه. یعنی طرف به جای اینکه ممنون باشه از اینکه در حقیقت خدا چنین توفیقی رو داده که یه ده حرفشو میخونه، یه ده حرفشو گوش میدن و حرفای خدا داره بر زبان این جاری میشه، این داره در حقیقت پول این چیزا رو میگیره. و ما یؤمن و اکثرون بالله الا و هم مشرکون، اکثریت مؤمنین مشرکن. ببینید هی باید بسابونیم تا برسیم به توحید ها، هی اینو هی بسابونیم 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 تا عمق توحیدیش خلاصه در بیاد. اینو اینجوری بگید با خودتون، خلاصه من از دست خدا گرفتم همین، هر چی هم شد بگید خدا، خدا اینو داد از دست خدا گرفت. اینو وقتی زیاد بگید آدم رفته رفته مهمه در ادب گفتنش، نه اینکه اگه دکتر نبود فلان جور میشد. خدا از طریق این دکتر دقیقاً شفا رو به من داد، هو شافی، یعنی واقعا هو مرض تو فهو یشفین. اون داره
اون توحید داستان رو داره نگاه میکنه. حتی شما حرم و اینا هم میرید باید حواستون به همین نکته باشه. حرم امام رضا و اینا هم میرید باید اونجا حرفتون این باشه که مثلا خدایا از این طریق امام رضا شما به من این چیز رو بده، این نعمت رو بده، از طریق امام رضا این اینجوریش درسته. یا بگید که امام رضا از خدا بگیر به من بده، اینم درسته. ولی اگه بگید که امام رضا خدا نمیده تو بده، اولا رو گیره میشه، ما اونجا کارمون جلو نمیره. این ذهنش چیزیه، ذهن مشرکانه یه به دارد. این خلاصه این بحث توحیدیه اینجا الله موش. خلا ببینید این اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. من یه نکته اون موقع جلسه گذشته درس کردم و اون از که گفتگو ممکنه نباشه. اصلا قول در مورد خدا در قرآن به این معنا نیست که حتما یه گفتگویی شده. یعنی خدا برگشته به ابراهیم گفته اسلم، بعدش هم گفته اسلمت لرب العالمین، مثلا من این ممکنه اصلا این نباشه، چون که مدل صحبت یا وحی الهی گاهی اوقات تولید یک یا جزم علمیه. ببینی اینی که میگن خود امام رضا یه روایتی دارن، این روایت خیلی فوق‌العاده است، میگن من اینی احب ان یکون المؤمن محدثا، من مؤمنی رو دوست دارم که محدث باشه. یعنی چیز باشه بهش وحی بشه، من همچون مؤمنایی رو دوست دارم. امام رضا میگه من مؤمنی رو دوست دارم که بهش وحی بشه، ملهم بشه، الهامات داشته باشه. خب این یعنی چی معنیش؟ معنیش این است که خلاصه میاد مثلا وحی و یا حالت رویا و مثلا یه صدایی میشنوه مثلا از این چیزها، یا نه داره به ایحاء و اشارات خدا یا یه جزمهای علمی پیدا میکنه، مطلب رو درست میفهمه، اینجوری درست میفهمه مطلب رو، هی خودش رو تصفیه کرده درست میفهمه. و خدا اینجوری نیست که شما بگی که آقا من این مقدار مطالعه میکنم پس اون مقدار کاملا یک چیز خطی داره. و به این طلبه همون میگیم حالا جسارت به شما، ولی به این طلبه میگیم به خصوص توی رشته هایی که شما داریم ماها داریم، بحث این نیست که توی این دقیقه چیز خطیه که باید بشینی مطالعه کنی این مقدار بعدش اون مقدار، بحث ما بالاخره مطالعه داره. ولی اینی که مفهم باشه طرف، محدث باشه طرف، این هست که خیلی وقتا باید وقت بذاره اصلا امور ارتباطشو با خدا تصحیح کنه. مثل این لوله هایی که زنگ گرفته باید یه وقتی طرف بذاره این زنگ های لوله رو بکنه، اینا خود عبور مرور آب یه مدت درستر میشه توش و آب هم تمیز میشه. این که داریم العلم و نورون یقف الله فی قلب من یشا، گاهی اوقات یه منطقهای قرآن داره که این منطقها واقعا عجیبه. مثلا میگه و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. داوود جالوت رو کش، خدا علم داد بهش. آقا این چه ربطی داره؟ مثلا آدم فکر میکنه که مثلا این که یه کار نظامی بود، مثلا اون که یه کار دیگه ایه، خب این من جنسش نمیخوره. نه جنسش میخوره که شما اصل جنس رو تشخیص ندید. این داره کار توحیدی انجام میده، تو یک مداری قرار میگیره که تو اون مدار علم گیرش میاد، یعنی مفهم میشه. ما مؤمنی رو دوست داریم که محدث باشه، مفهم باشه.
این بهش یا حالت جزم علمی پیدا میشه، یعنی علم پیدا میکنه، یا عزمهای عملی پیدا میکنه. اینم ناشی از وحی الهیه. حالا بهتون آیه نشون میدم که ناشی از وحی الهیه که به او فعل وحی میشود. هر که او و اوحینا الیهم فعل الخیرات، فعل به او وحی میشه. یعنی میبینید روی چیزی عزم داره پیدا میکنه. تا این کجا این عزم داره به او داده میشه؟ به دلیل ارتباط توحیدیش این داره عزم پیدا میکنه، یا داره جزم پیدا میکنه توی مطلبی. این همون چیزی که حتی شما راجب موجودات عالم، اینو بیارید این آیه رو که من دیگه رو این توضیح بدم، این آیات سوره مبارکه نحل رو ببینید که چند تا تگ اینجوری میزنه خدا که آقا باید فکر کنید رو این مطلب. 274 میگه و ان لکم فی الانعام لعبره، میگه توی انعام و چهارپایان یک عبرتیه. عبرته، عبرته یعنی چی؟ یعنی مطلب رو بگیر، عبور کن، مطلب منو بفهم. بعد ببینید اینا رو به عنوان یک آیات الهی که شما سر میچرخونی همه جا، آیات الهی حتی در این بحثی که خدا میخواد راجع به یه چارپا انجام بده با تو. خب ببینید چقدر دنیا حساب کتاب داریه، یعنی داره میگه این رو به عنوان یه آیه الهی حواست باشه. نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ما از بطون این انعام، از لای پهن و خون، از لای کثافت، خب ما به شما شیر میدیم. چی میدیم؟ الله کثافت، ما به شما شیری میدیم که خالص، سائغ. سائغ یعنی خلاصه گوارای محض. حتی روایات ذیل سائغ دارد که کسی به شرب لبن، یعنی موقع خوردن شیر، شیر تو گلوش نمیپره، ممکنه آب تو گلوش بپره، شیر تو گلوش نمیپره، اینقدر این ماده گواراست. لا یغس من شرب لبن، یه همچین روایتی که شیر تو گلوی کسی نمیپره، آب میپره ولی شیر تو گلو نمیپره. حتی خود شارب باشه، اون که بچه‌ای که میک میزنه شیر فلان، اون چیز دیگه است. اینا هم انعام نیست، مادرش اون نه، یه شیر توی گلو بچه میپره. نسقیکم من ما فی بطونهی من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یعنی ما خیلی از چیزهایی که میخوایم به شما بدیم خیلی گوارا از لای کثیف‌ترین صحنه ها رد میکنیم و میدیم، میخوایم عبرت بگیریم دیگه، که از وسط بدترین صحنه، بدترین شرایط، داغون، همه ما اونجاها شیر رو در میاریم شما میدیم عبرت بگیریم. و من ثمرات النخیل و الاعناب، کاری که ما میکنیم درسته، شما ممکنه خرابش کنی. ما نخیل و اعناب دادیم، بعد تو خودت ور میداری تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا. شما ممکنه ورداری، ما هیچ موقع الان تو طبیعت، اصلا الکل تو طبیعت هم جوری نیست. مثلا فرض کن که یه برکه ای از الکل، مثلا چاه الکل، مثلا بارش الکل بر مثلا چیز، نه، طبیعت اون چیزی که داره از خودش بروز میده، اون چیزی که خدا داره بروز میده، اینا چیزای خوبیه. چی داری تو میگیری، تو داری چی کارش میکنی،
تو داری یه کارایش میکنی، این تیکشو من دیگه مسئولیتشو قبول نمیکنم. و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذونه، تو این کارو میکنی که منه سکرن، گاهی قد ازش مسکرات در میاری یا رزق حسن در میاری. ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، اینا آیات برای آدمایی که عقل تو کلشونه، واسه بشینن فکر بکنن آیات الهی رو که بابا خدا چیزه خوب میده، مثلا تو برمیداری خرابش میکنی، ازش یه چیز دیگه ای در میاری. و اوحا ربک الی النحل، ببینید حالا این که بحث نحل نیست، حالا به اوحا ربک الی النمل فرقی داره، اصلا نیست که مثلا حالا زنبورا اینجوری هم به وحی الهی میرن، مورچه ها به وحی الهی مثلا سوراخ درست نمی کنن. نه، اون این مثال داره گفته میشه دیگه اینجا. و اوحا ربک الی النحل، ما وحی میکنیم به این زنبور. ببینید مدل عالمو نگاه کن چه مدلیه، شما انقدر در زیستشناسی اینا کتمان شده وجود خدا که شما اینا نسبت میدید به طبیعت، میگید طبیعت این اینه. اصلا خدا میگم تو حالت توحیدیش اینو قبول نمیکنی، یعنی چی طبیعتش اینه؟ تا این طبیعتش یعنی چی؟ تازه طبیعتش به این صورت نیست که مثلا بگیم که خدا اینو آفریده و دیگه خوش اومدی دیگه برو، انگار در اولین زنبور مثلا فرض کن یه چیزایی رو درست کرده و بعد اینو دیگه وقتی درست کرده دیگه زنبور دیگه همین جوری دیگه زاد و ولد میکنه و بالاخره این به همین صورت بیه. نه، و اون ها رب بکرلن همه نحلا، یعنی همه نحلا دارن با وحی الهی حرکت میکنن. مثلا ببین چی خیلی عید. خیلی شیرینه ها اینجوری قرآن ببینه، یعنی عالم رو اینجوری همه زنبورا دارن به وحی الهی، همه مورچه ها به وحی الهی، سوسکا به وحی الهی. همون نیست که حالا شما چون این زنبور مثلا خوبه و نه، سوسکا به وحی الهی دارن میرن اینجا، میان رو تن تو، میرن اونجا رو دیوار بالا میرن. خب یعنی اینا هم همش به وحی الهی دارن حرکت میکنن که چیکار میکنن؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن، ای زنبور. خب این که معلومه احتمالا وحی کلامی به زنبور نمیشه که مثل همینی که من گفتم که ای زنبور برو فلان بکن، نه، این معلومه در جبلتش یک جوری کاشتن این رو نکتر، یعنی وحی شده نسبت به این که این افعال رو برود انجام بدهد. این میتونه برای ما هم انجام بشه؟ انجام میشه؟ آره، که طرف به وحی الهی حرکت بکنه، عالم حالا بتونه، عالم همینجوری اصلا حرکت میکنه. و من از شجره و من مایعرشون، برو تو این خونه ها و تو درخت ها و تو داربست ها و اینا خونه تو بزن اینجا. و او حارب بکن ثم کلی من کل ثمرات، یعنی تمام جزئیات، نه که فقط خونه تو بزن، برو از این شهدها بخور. فسلکی سبل ربک ذللا، خیلی رهوار و نرم این راه های پروردگارت رو برو. از کدوم دالان ها میرن فلان اینا، این در این کارتون بری زنبوری اگه ببینید اینا همه اونجا مفصل وجود داره. ندیدید این کارتون رو؟ دیدین؟ هنو بچه ندارید؟ من تو به شدت کارتون استعماری ها، ولی این جامعه زنبورا رو خوب نشون میده. فصل و کیسو بولا رب بکر ذلولن، تو بیا این کارا رو انجام بده. یخ رو جمعه بطونه ها، حالا شما بر اساس وحی الهی برو شهدهای مختلف رو بخور، منتها چون تو ملهم و مفهمی اینجوری هستی، خروجیت رنگ و عطر و بوی مختلفی میده، ولی همش خوبه.
یه همون تنوع خوبه ها. دیدید که یه سری اصلا اصلا روشنه، یه سری اصلا تیرن، یه سری اصلا تندن، این رو داری همه یک شیرینی دارن، این بیسشه، ولی فرق داره دیگه، اصلا رنگاش فرق داره، تهماش مقداری فرق داره. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، همش رنگاش فرق داره ولی شفا تو همش هست. فیه شفاء للناس، آیا باید همه آدم ها یه جور باشن، یه خروجی بدن، یه کار بکنن؟ نه، آدم های ممکنه طرف یه نفر دانشگاه اومده، یه نفر روستا اومده، یه نفر از اون رشته اومده، یه نفر از اونجا اومده. مهم این است که مفهم باشه، ملهم باشه. مهم این است که موحدانه فکر بکنه، رو شهدهای الهی بنشینه، اون خروجی های مختلف میده، ولی خروجی های مختلفش شیرین و شفاست، حالا با رنگ های مختلف. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، اینا آیاتی است برای کسایی که فکر میکنن. معلومه این تگا رو گذاشته آخرش که فکر بکنید به اینا، که یک زنبور داره با این منات داره حرکت میکنه، با این ملاکات داره حرکت میکنه، و اون مفهمه ملهمه که دارن بهش میگن برو شکار بکن. این حالا برای نحله یا برای نمله؟ بله، یه بار بقیه حیوان هم هست، حالا برای بقیه حیوان هست یا برای کل عالمه؟ شما نگاه بکنید این قولی که میخوام به اینجا عرض بکنم، این قوله ممکنه اصلا این نباشه که بهش بگن اصل بدی اسلم تو رب العالمین. اتفاقا وقتی میگه اسلم تو رب العالمین، داره میگه آقا تو این کاروانی که همه دارن به این سمت حرکت میکنن به سمت خدا، منم عضوی از این کاروان دارم به سمت خدا حرکت میکنم. اینم بذارید من این معنا رو روی این آیه عرض بکنم. سوره فصلت آیه 11 رو ببینید. میشه صفحه 477. بعد در مراحل آفرینش اینجوری میگه ثم استوى الى السماء وهي دخان، خلاصه زمینو که خدا درست میکنه، آیه 11 زمین رو که درست میکنه و چه و چه، بعد میره سراغ آسمان. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال، در حالتی دوده، حالا این بحثش بحث مفصلیه که خیلی نخواهم ورود کنم. فقال لها، گفت به کی؟ به آسمان. ولل ارض، به آسمان و زمین خدا گفت ائتیا طوعا، باید البته خوندنش اینجوری که سرم بخونی، فقال لها ولل ارض ائتیا طوعا، ائتیا طوعا او کرهن، آقا به تو بیا، بیا به کر بیا. خب یعنی بیا به رغبت، چه بی رغبتی، یعنی باید این همش دید تو مشت خداست. قالتا، خب قالتا، این دوتا گفتن، دوتا یعنی چی؟ اتینا، ما اومدیم، طائعین، در صورتی که باید علال قاعده میگفت قالتا اتینا طائعتین، یعنی ما دوتا به تو اومدیم. تا این جمعه، اینا همش ضمیر مثناست. قالتا اتینا تا، یعنی داره اینجوری میگه، میگه آسمان و زمین و همه موجودات همه به رغبت دارن میان، به لحاظ تکوینی همه داره، ما همه داریم میایم، شما به رغبت، چه به کر چه به رغبت، همه میگن، همه عالم میگن ما به رغبت. یعنی انگار آسمان و زمین میگن، آسمان و زمین ما که دوتا میاییم، با بقیه موجود همه با رغبت میاییم، همه این سمتی داریم میریم. این قالت و نمیم اینو به آسمان گفت و اونو به زمین گفت، به نظر شما یعنی چی؟ یعنی گفت، یعنی متکلم، کلام صوتی هن اینا؟ نه، خب مشخصا متکلم کلام صوتی نیستن. قول خدا
یه بحث مفصله. قول خدا فعل خداست. وقتی که داره میگه ما گفتیم اینجوری، یعنی اینجوری کردیم، یعنی اینجوری شد که اینا همه گفتن که آقا حرفشون حرف عالم این است. مثل اینکه طرف یه کاری انجام میده، ما میگیم حرفش این بود. مثلا با اینکه دیدید مثلا طرف یه اینجوری میکنه اونجوری میکنه، میگیم غیبت نکن. یعنی غیبت که با اینکه چیز قولیه، میگیم غیبت نکن. این غیبت یعنی انگار یه حرفی داره میزنه با این عالم، یه حرف داره، حرفش اینه که به سمت خدا داره با رغبت حرکت میکنه. حضرت ابراهیم بهش بگی که اسلم، میگه بابا اسلم چی، ما همه تو این کاروان هستی که با رغبت داره میاد، منم همینجور، منم تسلیم. بعد راجب این تسلیم حضرت ابراهیمی که عمق توحیدی حضرت ابراهیمیه، خیلی قرآن دیگه داره مانور میشه. شما نگاه کنید همین سوره مبارکه فصلت اون که داستان ذبح حضرت ابراهیم رو داره میگه، شما اونجا ذبح حضرت اسماعیل میگه، تا یه جاییش دارن با صبر پیش میره، میگه من صبر میکنم چیکار میکنم، یه نقطه اصلا صورت داستان فرق میکنه، میگه فلما اسلما و تلهو للجبین. تا اونجا قبلش یه قبلش بحث اسلما نیست، بحث اینه که خب سعی من سر تو ببرم چی میشه، اینجوری میشه، میگه خب ببر، انی عرف المنام انی اذبحو که فنظر موضا ترا، چجوری میبینی؟ میگه که بله خب ستجدونی انشاءالله من از صابرین. تو این مرحله هنوز هنوز تو مرحله صبرن اینا، بلاخل صبر میکنیم، بلاخل خدا گفته تحمل میکنیم. بعدش دوتایی دیگه انگار چی میشن؟ تخلیه محض میشن. فلما اسلما، حتی دوتایی تسلیم میشن، و تلهو للجبین، اونجا انجاز که دیگه تموم شد. یعنی تسلیه حضرت ابراهیم تا رسوندن به تسلیم، تسلیم محض که اون توحید محض، توحید محض این هاست. که اینو نیا کنین، من هی دارم میگم قرآن شیوهش یه توحید محضه، رسوندن اون قلای توحیدیه. شما این آیه سوره نساء رو بیارید، آیه 65 سوره نساء رو بیارید، شست و چهار و شست و پنج رو نیا کنید. و ما ارسل نام رسول، صفحه 88، و ما ارسل نام رسول الا لیطاع به اذن الله. خب الان بحث اطاعت به اذن الله، یعنی پیغمبر داره اطاعت میشه به اذن الله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، کسایی که به خودشون ظلم کردن، جاؤو که بیان پیش تو، فاستغفروا الله، بیان پیش تو استغفار بکنن، مثلا و استغفر لهم الرسول، این همون بحث شفاعت ها. لزومی نداره شما بحث شفاعت رو وقتی دارید دنبال میکنید، کلمه شفاعت رو هم حتما تو سرچتون اینم باشه، دقیقا شفاعت یعنی همین. بیان پیش تو استغفار بکنن، رسول هم براشون استغفار بکنه، لوجد الله تواب الرحیم. دریافت ها مهمه، خدا رو تواب و رحیم میابند، نه اینکه پس خدا تواب و رحیم است، استدلال نیست. شما میرید حموم، ببخشید استدلال نمی کنید که من که کثیف بودم، آبم که داغ بود، منم که شامپو زدم، لیفم که زدم، الان اومدم بیرون، لابد تمیزم دیگه. اصلا اینجوری نیست، آدم میفهمه تمیز شده، یعنی هم آدم میفهمه کثیف شده، هم میفهمه تمیز شده. چرا نسبت بحث طهارت که یه بحث مفصل، یه جا این بحث رو باید وایسیم، همون جوری که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، این جزء شروط نمازه که بی برو برگرده چیه؟ لا صلاة الا، بله
به طهورن. خیلی سر تو نمازه، یعنی اگر طهور نداشته باشه نماز اصلا نماز نیست. شما نکنید استقبال به قبله جز شروط بیبر برگرد نیست، لذا شما نماز نافله تو راه میتونید بخونید حتی قبله نداشته باشه، ولی نماز نافله بدون طهارت نمیتونید بخونید. یعنی این جز شروط بیبر برگرد نمازه طهور. طهوری که از اولش تا آخرش باید حفظ بشه، یعنی شما رکعت آخرم سجده آخرم این طهورتون هم بین بره، یعنی نیست که حالا من تا اینجا سیف کردم زنن سه رکعتش مزنن باید میام یه رکعت بخونم، نه دیگه، این کل رو باید یه بار دیگه بخونه. این چیه؟ این از اون شروط بیبرایی، این طهارت من بفهمم و من باید طهارت رو متوجه بشم. اصلا اگه طهارت نباشه نماز یعنی چی؟ اصلا مدل دین تو این بحثا اینه، اصلا شما بدون طهارت به اعماق قرآن دسترسی پیدا نمی‌کنید. بالا رفتن در قرآن معنیش یعنی طهارت. ببینید تو اون قسمای عجیب غریبی که تو سوره واقعه می‌خوره، یه سری قسم داره، آخرش میگه که فلا اقسم به مواقع النجوم، میگه قسم لا اقسم باش، یعنی قسم مثلا ولم کن، قسم نخورم، نذار قسم بخورم. خب معنیش اینجوریه، یعنی میخوام قسم سختی بخورم. خب این فلا اقسم به مواقع النجوم یعنی که مثلا ولم کن دیگه. خب فلا اقسم به مواقع النجوم، به اون جایگاه ستاره ها، برای اینکه هی اهل بیت ذیل این آیه اصرار دارن نمیگه موقعی اولا نجم ما اون جایگاه ماست. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر میفهمیدی میفهمیدی قسم بدجوری دارم میخورم. و انه لقسم عظیم لو تعلمون، اینجوریه، و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. تو اون کتاب مکنون فقط با طهارت میشه رفت، یعنی پله‌ها رو با طهارت کسی میتونه طی بکنه بره بالا. لذا اینی که تو نماز هم که معراج مؤمن شرط بی برو برگردش طهارته، یعنی باید طهارت آدم داشته باشه. این خودش هی داره کد میده، ماها اینقدر ساده گرفتیم فکر میکنیم یه سری در حقیقت مراسمیه که داریم اجرا میکنیم. شما مثلا به وضو گرفتن آقای جاودانی نه رو شما نهیدید، مثلا با یه تمرکزی دارن وضو میگیرن و چیکار میکنن و مثلا همه اینا انگار داره تو یک حالهی میخواد قرار بگیره که اون طهارته با طهارتهای باطنیش فلان اینا. این طهارت ظاهری حدث اکبر و اصغر و فلان اینها باید اون طهارت برسونه اون طهارت باطنی. بی طهارت اصلا نمیشه. ببینید این مهمه که لوجد الله تواب الرحیم، بفهمه من نمازی که خوندم این نماز بود خوندم. اگر این کار رو کنه میفهمه من نماز خوندم. لوجد یه جایی دیگه داره یجد الله غفور الرحیم، خدا رو میابد اینجوری. خب مثل اینکه به نخواه شما میرید با یه نفر صحبت میکنیم میبینید که برگه میگید راضی شد، راضیش کردم، مثلا میفهمی دیگه که اول یه جوری بود بعد یه جور دیگه شد، مثلا اینا راضیش کردم. خب یجد الله غفور، لوجد الله تواب الرحیم، بعد میگه فلا ورب بکر، قسم به پروردگارت، لا یؤمنون، ایمان نمیاره کسی، حتی یحکموک، اولا حکمیت ها رو نبره سمت بیرون، بیاره پیش تو، نبره به سمت طاغوت، بیاره پیش تو، یحکموک فی ما شجره بینهم، تو مشاجرات مرجع فصل الخطاب تو باشی نه کسی دیگه ای. ثم لا یجدو، تازه
لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضیته، از قضاوتی که تو پیغمبر کردی، نه اینکه در حقیقت این تسلیم بودنش رو بعد این معنی داره میکنه، نه اینکه چیکار کنیم دیگه، همونی که هست، حرج و هیچ تنگی در خودش احساس نکنه. اگر این شد، این به ایمان رسیده. حرجم من مقضیت و یسلم و تسلیم، تسلیم تسلیم محض بشه. این آیات تسلیم و اسلام و اینها رو برید دنبالش. یه اسلامی هست در مقابل ایمانه، اون یه بحث دیگه است. ما داریم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم، اون یه بحث دیگه است. اون همه اسلامای ظاهریه، ولی اسلامی که شما تو خود همین آیات سوره مبارکه بقره حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل ها میگن این تناسب حکم موضوع داره، اینجا باید تناسب داشته باشه. من این تناسب حکم موضوع رو چند بار عرض کردم. شما وقتی که میگن مثلا من این کتاب خریدم 50 تومن، یعنی چی؟ 50,000 تومن دیگه. تناسب حکم موضوعش اینه. اگه طرف بگه من این مثلا ماشین رو خریدم 50 تومن، یعنی چی؟ 50,000,000 تومن خریده دیگه، 50,000 تومن که نخریده که. خب این تناسبای حکم موضوعه. وقتی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل پس از بنای کعبه، در همین آیه تو بقره داشته که وجعلنا مسلمین لک، ما مسلم باشیم برای تو، این معلومه یه سطحی از اسلام رو داره معنا میکنه که سطح عالی طراحی اسلامه، که همون تسلیم است، که هیچ حرجی هم دیگه در خودش نمیبینه. اذجار به او قلب انسان، دیگه با قلب مریض نیست. این مجموعه که حالا از این به بعد هی باهاش ارتباط دارید، که میبینید که یعقوب به بنیش گفت آقا مسلمون بمیرید، نمیرید مگر مسلم. اصلا این اگه نمیخواد نمیر دیگه، اگه ولا تموتن الا انتم مسلمون، فقط مسلمون بمیرید. حالا اینا این که دین برای شما دین رو اینجوری انتخاب کرده و نمیرید فقط مسلمون بمیرید، اینا چه لایه هایی داره؟ به همین بحثایی که ما الان داریم میکنیم مرتبطه، و بحثای توحیدی حضرت ابراهیم که در همه ابعاد وجود داره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى أبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة كل ساعة ليان وحافظا غدا وناصرا وذليلا كانت الله
فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن بیتی داره لحوف یه یعظمون له اعباد من برهی و تحت ارجلهم اولاده وضعو یه یا رسول الله به این چوبای منبر شما احترام میکردم اصلا استشفا میکردن جایی که رو منبر پیغمبر پیغمبر دستشون رو میذاشتن اگه کسی مریضی داشته میومد خودشو میمالید اون جایی که دست پیغمبر خورده بود میگه یعظمون له اعباد منبره به این چوبای منبر اینا رو بزرگ می داشتن و تحت ارجلهم اولاده وضعو چطور اینجوری بچه هاشو لگد مال می کردن اگه تاریخ نگفته بود آدم باورش نمیشد اگه پیغمبر خدا وصیت کرده بود به اولاد من جسارت کنید دیگه میخواستن چی کار کنن اون امیر المؤمنین شبان تشیشو صدیقه طاهر سلام الله علیه هم شبانه تشیشو اونم ابی عبدالله چی بگم السلام علی المذبوح من الغفا فقط امام مجتبا تشیع شد ای کاجونم تشیع نمیشد انقدر به این بدن تیر زدن روایت میگه سارک القنفذ مثل خارپشت شده بود یا امام رضا خودتون فرمودید یبن شبیب ان کنت باکیان علا شیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب فانه ذبح کما یذبح الکبش بین دو نهر یبن شبیب جد مرا بی هوا زدن یبن شبیب جد مرا با عصا زدن یا امام زمان معذرت میخوام یبن شبیب عمه ما را چرا زدن
حسین من بیا و این دل شکست را بخند، حسین من مسافر جامانده را با خود ببر، حسین من، حسین من، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامور، نازنین امام زمان از ناراضی و خوشنود بفرما، در امن فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات و خیر قبر قیامت ما بگردان، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا پدر و مادر ما را ببخش و بیامور، مرزای اسلام عاجلن و کاملن لباس عافیت بپوشان، شر اشرار به خودشون برگردان، طبقاتی از نور به روح حضرت امام آید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران به اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما بعد از اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحه مع الصلوات.